هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا پس از مدت‌ها از زمان شکست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در انظار عمومی ظاهر شد. خانم کلینتون در مصاحبه با کریستین امانپور ضمن قبول مسئولیت شخصی بخش زیادی از علت شکست خود در انتخابات را از جانب روسیه و مدیر اداره آگاهی فدرال آمریکا دانست. برگردان گزارش از زلاتیکیاهوک خبرنگار صدای آمریکا. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 2016 میگوید اگر انتخابات به جای 8 نوامبر 27 اکتبر برگزار شده بود اکنون میبایست رئیس جمهوری آمریکا باشد. خانم کلینتون پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار روز سه‌شنبه در مصاحبه با کریستین امانپور خبرنگار CNN در مقابل دوربین رسانه‌ها ظاهر شد. تا روز 28 اکتبر همه چیز به نفع من بود تا اینکه نامه جیمز کومی بیرون اومد و ویکیلیکس در ذهن افکار عمومی تردید ایجاد کرد. در نتیجه تعداد زیادی از کسانی که می‌خواستن به من رأی بدن به وحشت افتادن. خانم کلینتون تا زمان انتشار نامه جیمز کومی مدیر اداره آگاهی فدرال آمریکا یا FBI در نظرسنجی‌ها از دونالد ترامپ رقیب انتخاباتی خود جلوتر بود. جیمز کومی در آخرین روزهای پیش از برگزاری انتخابات خواستار بازگشایی پرونده مربوط به دوران وزارت خارجه خانم کلینتون در ارتباط با استفاده از ایمیل‌های شخصیش برای دریافت و ارسال اطلاعات محرمانه شد. این حرکت به ویژه در روزهای سرنوشت ساز پیش از برگزاری انتخابات لطمه زیادی به ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون زد. دستگاه اطلاعاتی آمریکا ماه ژانویه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد که دستور داده به نحوی با بی‌اعتبار کردن هیلاری کلینتون جلوی پیروزی او را در انتخابات بگیرند و کاری کنند تا دونالد ترامپ در انتخابات برنده شود. هیلاری کلینتون میگوید به عنوان یک شهروند و فعال سیاسی تصمیم گرفته به صحنه سیاست آمریکا برگردد. وی در این مصاحبه جدید در زمینه برخی از مسائل سیاسی مطرح جهان از جمله خطر اتمی کره شمالی اظهار نظر کرد و در حال حاضر با توجه به این گونه تهدیدها در کنار دیپلماسی و توسعه اقتصادی قدرت نظامی را تنها وسیله حفظ و دفاع از منافع ایالات متحده دانست. رهبران کره شمالی نه تنها کیم جونگ اون که پدر او هم همیشه دلشان می‌خواسته با آمریکا مذاکره کنند تا بتوانند برای خودشان موقعیت و جایگاه برتری بسازند. ما در این مورد باید خیلی مراقب باشیم که بهشان میدان ندهیم. بدون یک چارچوب استراتژیک وسیع‌تر و بدون اینکه چین، ژاپن، روسیه و کره جنوبی را راضی کنیم به آنها فشار بیاورند و بدون وجود یک دورنمای واقع‌بینانه نباید با آنها وارد مذاکره شد. خانم کلینتون میگوید دست اندرکار نوشتن کتابی در مورد تجربیات خود به عنوان نخستین زنی است که به نمایندگی از طرف یک حزب سیاسی عمده در تاریخ آمریکا نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده است.